درود، خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید سری آرل کرافت. بریم که داشته باشیم این اپیزود رو. خیلی خوش اومد میگم بهتون و دیگه خوش اومدید به خونه خودتون. حالا خونه که نیست، یه بخشی از کادر خونه است، بقیه‌اش دیگه تصویر خونه آرل کرافته. تو این اپیزود قرار بود که بریم و این ماب روی مخو بکشیم که هنوزم داره صداش میاد و بعد از اون ای دهنشو سرویس. بیا داخل ببینم. بیا میخوام بکشم. من بعد بیام بیرون. اوکی، قراره که بریم اینو بکشیم، بعدش لول جمع کنیم و دیگه ادامه اپیزود رو خودتون همراه باشین ببینیم چی میشه. در ضمن ممنونم برای استقبالی که از سری آرلی کرافت کردین و مطمئنم که خیلی دوست داشتین و الان میریم اینم پدرشو در میاریم. باید تا دیدمش در جا خوب بگیرم بزنمش. 1 2 3 سه تا ضربه زدم، سه تاشم خورد بهش. بهم گفتین وقتی شیفتو بگیری وسایل خودش میگیره، ولی نمیدونم من چه کرمی دارم دوست دارم که شیفتو نگیرم، خودم ورشون دارم اینجور بیشتر به میچسبه. حالا نمیدونم و جدیدن انقدر شوق دارم دیگه نمیام یک ساعت باهاتون صحبت کنم، مستقیم میرم سر اصل مطلب چون خیلی واقعا شوق دارم. یه ایکس بی فارم اینجا بود، من میخواستم بیام لول بگیرم که دیگه بتونم اون آرمورایی که هستو بپوشم که الان میریم سراغش. میخوام قشنگ ایکس بی فارمو حسینیه کنیم با هم. اینم لباسامو پوشیدم، لباس ندارم اصلا. بریم بعد بریم آرمور اول بگیریم که بعد بتونیم آرمورای خفنمونو بپوشیم. شبا همش به میخونه میرم. ای وای من، اینم اومد وایستا. غذا بخوریم باشون درگیر بشیم. اینا فکر کنم آسون باشن. اولین تجربه فایت دادن من با زامبی. بیا اینجا هدشاتت میزنم انگاری سنیچ. میری دیگه. ای وای، بودو که برسی فقط. کانتین نمیتونم بریزم رو. خاموش شد، زدمش دوستان، تموم شد. خیلی آسون بود. چه ایکس بی تو بهم بده بچه، برش داریم اینا رو. آب باید بخوریم، کانتینمون اوکیه. صدا که اکو میشه توی تصویر، اصلا جرئت نمیکنم برم پایین. اینجا منگاری ایکس بی فار اسپانری هست. حالا من میگم اسپانر ایکس بی چون که ایکس بی میده. اینجا هم یکی بود انگاری. آره دو تاست. چقدر من با این اکو صداش دارم کیف میکنم. نو بشکنم دیگه. آره ای وا، ولکن نیست این. افکت پویزن رو قشنگ به ما روانید. الان باید بیاد تا بزنم اینو. اوه، وان شات هدشاتی زدمش. داره میاد و ولم هم نمیکنه. آها زدیم اینم. تا زمانی که سری وقت داریم لول دفنسمون رو بریم بالا برای آرمور. اوه سه تا ایکس بی میخواد و الان دو تا داریم. اگر بار گران بودیم رفتیم. نه هنوز نرفتیم، برگشتیم. دوستان حالا اینجاییم، باید همش بریم لول بگیریم چون که من دفنسم باید برم بالا. این هیلر رو فکر کنم درسته. سلام، تنها چیزی که واقعا باش کیف میکنم همین لامصب. یکم جون بده من برم فایت بدم. چرا نگام نمیکنه؟ داره جون میده. اوکی بیا اینجا. بیا بابا، بیا اینجا. اه این چیه دیگه، یا خدا. بلاخیه این وسط خوشلند، بدلندم نه خوشلند. آقا بیا جون بده تا من آبام بخورم. خدا وکیلی این ما خیلی بهتر اون آبی است که کشتیمش. این صدا نمیکنه، فقط جون بد میده، قشنگ میگه برو عشق کن. هیچی نمیگه، هیچ، فقط جون میده. بریم که اینم چند تا لول میتونم اینجا بگیرم. اکو صداش چقدر جالبه، نگاه دیگه هرچی میری پایین تر اکو بیشتر میشه. اینجا میخوام اینا رو خراب کنم که دیگه به راحتی بتونن بیان. که اومد، انگاری اومد. یا امام حسین با فامیلاش هم اومد برامون. ای تمام شد، اینم بزنیم. این خیلی قویه، اینگاه باسشونه، حکم باسو داره. یا ولم کن، اگر این وضعیت واقعا زشته. زدم نه دیگه، نه این وضعیت درست نیست. برگشتیم به خانه خودمون با یه باخت شدیدی که دادیم. میزد من میزدمش اینجوری نبینیم. نه دقیقه گفتم حالا این دیگه باسشونه، بذار ما رو بزنه دیگه. بالاخره اون تیزی من اگه نباشه دیگه قاطی میکنم آرل کرافت و گان بارون میکنم. اون تیزی باید باشش. میم تیزی هستش. من همینجا مردم راحت. یه دقیقه همه چیزامو کلاشو داشتی، اصلا اتفاقی نبود. این کلاش کاملا برنامه ریزی شده بود. تیزی کجا؟ تیزی ایناش. چجور برم اینجا من؟ بد جاه. از همینجا بریم تیزی رو برداریم که میخوام باسکشی کنم اصلا اینجا. تا زمانی که اسپانرش هست باید استفاده کرد، وگرنه بدبخت بدبخت میشیم. چیه آبسیدین من کی داشتم؟ تولید میکنم من از خودم آبسیدین. حواشی چیه؟ بیاید اینجا دوستان من، بیاید اینجا. الان میام با فامیلاشون. 1 2 اومد. اینا اگه بزنه بهت
دیگه نمیتونی بزنیش. نگاه کن. آها اینو گرفتیم. ایکس پیشو بده. این بالا دوباره یه هیل نمکی بگیریم. خیلی برام جالب شد که اگه حالا صحبت کنم صدام هم اینجا اکو میشه. میخوام تست کنم برام اینم چیه. زمژگان سیاه کرده هزاران رخم در دینم. ای وای اومد برام این اصلا اکو نمیشه. این بیشتر عصبیشون میکنه این صدا. بیا اینجا میخوام پدرتو در بیارم. اینم زدیم ایکس پی. همینجوری ایکس پی میگیریم. اون سوردم خوب زدمش وگرنه الان تای قبرستون بودم. خب لول دفنسمون رو بریم 3 که خیلی پلنا دارم برای این. میخوام سریع آرمور رو بپوشم بعدش برم سراغ کولر. یعنی باورم نمیشه چیزی که بهم گفته بودین اینکه کولر وجود داره تو آرل کرافت و واقعا نمیدونم کولر آبی، کولر دو تیکه، کولر گازی همه اینا هستن واقعا. یا من کی منو زد آخه؟ کی اصلا؟ به چه دلیل؟ واقعا این وضعیت زشته، کریهه. این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. این چه شرایطی آخه؟ بفهمین خدا رو شکر از یه خصوصیتی که به سر میبرم اینه که خیلی آرامش دارم و انرژیم بالاه. مگر نه الان آلتو افشار کرده بودم و ویدیو موکول میشد به سال آتی. بریم اینجا یکم وسیله بگیریم. ای وای اینم داره میاد. این با مشت هم میزن. با این یا خدا چه چشی بودین؟ یا امام حسین بیا شرف چرا نمیمیری؟ یا خود خدا برم سری تیزی رو بیارم با تیزی بزنم اینو. این فقط راهکارش تیزیه بچه ها. به جز تیزی راهی وجود نداره. کانتین و وسایلی که زحمت کشیده بودم. بیا اینجا الان میاد. این که بهترین ماب همین. تموم شد لول 1. یه جور جامپی مشتی بزنم. آها اسم این ما بنشی بود. الان من مردم تازه فهمیدم. و بنشی هر چی که هست ما به اوکی نبود اصلا. وسایلم هم برداشتم. آره بریم فردا میایم همین چرخو. آره دیگه دفنس 4 میگیریم. فقط نمیدونم 4 میخواست یا نه. الان میریم آرمورا رو تست کنیم. یا امام ای وا بلم کن دیگه. چقدر خوب دارم فایت میدم باش. بدوارز پلیر وقتی بیاد آرل کرافت همین میشه. یه خاصیت ما قهرمان هاست بچه. ما تو آرل کرافت هم نمیمیریم در هر صورت. ویلیجره چقدر با سرعت رفت خونه. ترسیده بود. یه اپیزود من شما رو بیرون میکنم از خونم و خودم البته میرم یه جای دیگه. ولی خب بریم بخوابیم. امروز واقعا خوب بود خدایی. خیلی خوب بود. یه قدم به کولر آبی نزدیکتر شدیم. کم آب بخورم. من اینجا خوابم ولی اینجا آب میخورم. بریم تو این هوای مه آلود. بریم تو دل دشت و دمن و ایکس پی. و یه آهنگ جدید هم که پیدا کردم خیلی خفنه. اینو حالا همینجوری اپیزود براتون آهنگ جدید میارم بچه‌ها. البته یه سری آهنگ‌ها هستن همیشه میمونن. مثلا همیشه من اینا رو میخونم. مثلا میگه روزای روشن خدا حافظ رو. این چیه دیگه؟ ماره چی بودین؟ این دیگه چه مابیه؟ شبیه آخه شبیه چیزی هم نیست. شبیه بیشتر توی لایک پشتن اینجا یکی بود. استاد کی بود؟ استاد شیفو بود؟ استاد فیشو بود؟ نمیدونم. نه اون البته تو پاندای کنفوکار بود. نمیدونم. بریم پایین رو. امیدوارم بهم حمله نکنه. بعید میدونم خود حمله کنه. برم تو دیدش ببینم حمله میکنه. نه این ماب یا امام حسین. ای این میگن نباید به هیچ چی اعتماد کنی. دقیقا حکایت همین. چی بهم داد؟ یا خود داره همینجوری. نه دیگه واقعا داریم به مرحله آلتو اف 4 نزدیکتر میشیم. اصلا من میرم این تیزی رو میگیرم. اینم میکشمش تموم میشه. ولی پشت ظاهر معصومش چقدر قدرت و جنگاوری بود. اصلا فکرش نمیکردم اون بخواد بهم فایت بده. اومدم برای خودم کنم تیمش کنم. چی بهش میگن؟ مابا رو میگیریم مثلا خودمونی میشن باد. همون حرکت رو بزنم. بعد دیدم نه این خیلی مارموزه. یا خدا میخوام یه بریک بزنم از اینجا برم این ور. حالا از این برم این ور. سری تیزی رو برداریم با اینا فایت رو شروع کنیم. تیزی رو بدین من. آخ یکی یکی میزنم اتون. یا خدا من کجا دارم میرم؟ خیلی دیگه داره سخت میشه واقعا. تصمیم گرفتم دیگه آیتما رو ورداریم بریم یه جا دیگه لوت کنیم. بریم گاوی چیزی بکشیم. اینا اصلا هیچ جوره تو کتمون نمیرن. دارن جرم میدن واقعا این اپیزود. یه کلاچ مولایی هم اینجا یاد گرفتم. انقدر که اومدم باخت دادم اینجا کلاچ مولایی.
کلاچ. آها این کلاچ. بابا ولم کنید خدایی. وای دعا کنید من دفنسم چار نشه، پدرتونو میارم جلو چشاتون. بریم بریم آروم پایین. بازم اینم اومد دوباره، بعد بندازمش پایین. اینو حالت کجا بهش می... بابا ولم کن دیگه، تو چجوری با دو شات میزنی؟ عجب آدم زبان نفهمیست. حیف که وسایلم هم یه جای گندی افتاده که اینجوری نمیتونم بیارمش. روزای روشن خدا حافظ خدا حافظ. دوباره با اون نور زشتش اینجاست و بندازمش پایین. این بابا ولم کن دیگه. شما یه چیزی بگین جناب سرگرد، ما داریم کجا میریم؟ فایده نداره، این دست خالی نمیتونیم بزنیمش بچه‌ها، یه تیزی چیزی با خودمون ببریم. من دیگه زدم به سیم آخر. گلدن دردتو در بیار که باید بریم سراغشون که نابودشون کنیم. دیگه من با این سورد واقعا کف کفش یه عنکبوت رو باید بتونم توی آریل کرافت بزنم. اگه نشه دیگه اومد. خوبه خوبه. با ولم کن دیگه. اینم کار نمیکنه. آرامش و متانت خودمون رو حفظ کنیم. بیم اینجا یه دونه استیک ورداریم و بریم یه از اینا ورداریم. یه تیزی قدیمی رو درست کنیم. خیلی قویه، یعنی واقعا این عجیبه، واقعا عجیبه. این اینجاست. خوبه الان اومد طرفم، وان شاتش میکنم. بذار فقط منو ببینه. آخه این چه نوریه تو داری میدی؟ اومد الان ضربه دومو میزنه در هر صورت. نمیدونم داستانش چیه، ولی خوبه همونجا باش فایت بدم. همونجا دیگه تیزی دستمه، یه دقیقه شیفتو میگیرم میگیرتش میزنم تو سرش. تیزی یکم به من نزدیکتر احساس میکنم. نه سری تیزی رو میگیریم فایت میدیم باش. نمیمیره، این خیلی اچ پی داره. نه دوستان دیگه اینجا واقعا رکورد نمیشه. اینجا میخوام خودم رکورد نمیکنم، میرم سراغش. زمانی که کشتمش میام سراغ پیشتون. بعد یکم ترای هاردی بریم اینجا رو. آقا این اینجاست، میزنمش. من یکم باش فایت میدم. آقا این دیگه رفتش، دیگه فکر کنم روش نشد منو بکشه انقدر که کشتم. من میام وسایلم ور میدارم میرم از اینجا، چون واقعا هر ثانیه داره یه چیز میاد. یه بار خب استاد شیفو اومد، یه بار این اومد. فقط وسایل ور داریم بریم اینجا یکم. ولی انگاری ماب نیست. اوه اینا که کلا نور این رنگی میدن خیلی بد حالن. آقا من دیگه قید وسایلم هم زدم، ولش کن بریم برسیم فقط خونه. چون اصلا بریم پایین مطمئنم مردیم، همین نایفمون هم از دست میدیم. میتونیم یکم اینجوری، نه اصلا نمیشه اینجوری، دارم بهش فکر میکنم. بعد اسلحه هامون هم باشن نباشن، اون کانتینمون باشه نباشه، کنسله. بریم سراغ کار خودمون، بریم یه چند تا گاف پیدا کنیم، دوباره یه کانتین ورداریم، بعدش بریم سراغ دیگه لول بالا بردن. البته گاوم بکشیم دیگه لول میگیریم، یعنی دفنس 4 بشیم تمومه دیگه. راحت میتونیم آرمورایی که داریم بپوشیم، همون چین میلا چیه اسمشون. گاو دیدم هم اکنون گاو بریم سراغش. امیدوارم یه دو سه تا همینجا باشه. تیزی رو بزنیم در اعماقش. دو تا لدر گرفتیم، فکر کنم 8 تا میخواست کانتین. الان دیگه یه دقیقه من اینو میگیرمش تمومه. تن روحت هم همه آب، من پر از وسوسه گاو. واسه رویای گاوم این وران نیست. هویج، این هوی درست دارم میبینم، هویج. آره چقدر ولی این گلخونه ها رو دوست دارم. گلخون میگن اصلا یه سری چیزهایی در باره آلکرافت کلا فهمیدم، حالا بعد از کشتن گاوه بعدی بهتون میگم. حالا که یادم میاد چقدر استیک و غذا داشتم که نشد اینا رو بردارم، واقعا اوف بر من. چرا آخه باید برم تو دول دو تا اسپانر با هم؟ دیگه در رو خونه خودم هم میبندین. بریم بخوابیم امروز رو تا فردا. من دیگه فردا باید به فکر مهاجرت باشم که یواش یواش بریم یه جای دیگه. صبحت بخیر عزیزم، بریم سراغ گاوی. امیدوارم امروز یه سه تا گاوی حداقل پیدا کنم کارم را بیفته. درست دارم میبینم این سایه که اینجاست، سایه چیه؟ الان قصر اینجا؟ برگام اولش از اینجا نگاه اینجا. یا خدا اینجا قصر تو خدا، اینجوری نگو. خب دوستان خونه منم پیدا شد دیگه، همین اطراف باید یه چیزای بنا کنیم و فکر کنم تا اپیزود 25-30 همینجا من بمونم. دوباره اجدها داره میاد، اصلا از این اجدها حس خوبی بهشون ندارم. بریم برسیم به گاوا. البته بریم دیگه داخل قصر اوکی کنیم. واقعا من اینو دیدم اصلا دیگه رمق کار ندارم.
بذار حالا که چیز زیادی ندارم همینجوری با پای پیاده برم یه سری بزنم اینم چه خبر اینجا. آخه این اجدام میکنم مشکوکه. او اینجا هم اسپانر دوتا هست. خیلی قصر بزرگیه، قصر بزرگ و عجیبیه، یعنی بهش نمیخوره که خبر خوبی باشه این برا. اینم بنده خدایی که اینجا مرده، آیتماش هم افتاده. 5 تا اسپانر با هم همینجاست، همه رو برداریم. اینجا دیگه آیتم نیست. نه دیگه به فکر زیادی دیگه طمع نکنیم بهتره. گلدن اپل هم گرفتیم. گلدن اپل میایم سراغ این قصر بعدن. همین که جاش هم پیدا کردیم خیلی خوبه. فعلا بعد آرم به فکر خودمون باشیم، اول آرمور و اینا رو بگیریم. حتما قبل از اینکه برم سفر بعد داخل اینو یه چکی کنم اینم چه خبره اینجا. قطعا رمز و رازای بسیاری داخلش هست. وسایل ما همه رو بذارم توی چست داشته باشیم. آیرون سورد میتونم ازش استفاده کنم؟ آره. تنها چیزی که میشه که البته اینم نمیشه انگاری. آره نمیشه. زد تو ذوقم. بریم این غذا رو فعلا گرم کنیم، فعلا روزیمونو بگذرونیم. از اونجایی که انگاری خیلی کم بوده کلن وسایل هست، کمبود چرم است و گاو نیست، باید پرورش بدیم. برم یه جایی رو بسازم همون اطراف خونم که این گاوا رو بیارم داخلش بهتره. اینجوری خیلی سخت میشه بخوایم هر اپیزود بگردیم دنبال چرم و چه میدونم مرغ و اینجور داستانا. تن رود هم همه آب، من پر از وسوسه خواب. خب بیام اینجا. چقدرم چوب دارم، یعنی قشنگ میتونم گاوداری بزنم، نه یه 3-4 تا گاو همینجوری. یه جا خالی رو پیدا کنیم راحت بتونیم پرورش کنیم. اینجا مثلا خالیش کنم فکر کنم خوب باشه. بریم تبر بیاریم. تبر زیندار. ابتدا استیک، سپس با نگاهی اندوگین به استیک ها. باید اینا رو برداریم. طبق بول بینم چند تا سنگ دارم استفاده کنم. اینجا ملوطه داریم چیز میزم ولی سنگ مثل این که نیست. یه چیزی رو گفته بودید تست کنم، از من این کامنتش رو بخورم. این کامنته بود آقا، اینو نوشته بودید، الان من تستش میکنم. بریم تستش کنیم اینو. و نوشته بودید که اگه گراول رو بذاری زمین ممکنه که دوباره فلینت بگیری، یعنی یه جورایی سورس نامحدود فلینت بهت میده. الان من این تستش کنم. بعید میدونم همچین چیزی ممکن باشه، چون اینجور چیت نمیشه، ولی خب دیگه فلینت نامحدوده. بذار همه اینا رو بذارم اینجا. نه بعید میدونم، اینقدر میخوام تست کنم ببینم واقعا میشه یا نه. دوستان همچین چیزی میسر نبود و نشد، اما میخوام با روول اینو تستش کنم که دیگه مطمئن تر بشیم و هیچ شبهه‌ای داخل داستان نباشه. بریم چند تا شوول بسازم. البته سنگم نیاز دارم که اینجا بعد افتاده باشه. چند تا سنگم اینجوری افتاده برداریم. اینو بده من. بیا اینجا اون یکی دیگه. این همه سنگم میشه اینجا بود. آها اینا. همینا رو کرافتشون کنیم. یه شوول نمکی داشته باشیم. اینجا سنگم داشتم ولی خب دیگه قسمت شد بسازیم. حالا بریم تستش کنیم. اینم واقعا بعید میدونم آخه بشه. الان اینا یکیشون باید بده اگه بشه واقعا. نه مثل این که نمیشه دوستان، اشتباه زدید و گفتتون فقط حدس و گمان بود، اصلا شدنی نیست. مثل این که یه تست دیگه کنم دیگه. بله درست بود. نه انگاری کار کرد واقعا، ولی خب خیلی کم، یعنی دوباره هم کار کرد. نه دوستان حدستون درست بود، کاملا عالی بود. لایک بیگ لایک فلان. درست بود اوکیه. و ما یه جورایی جدا از آب نامحدود و چیزای نامحدود دیگه فلینت نامحدودم تو بازی داریم. دیگه بیام سری جا رو آماده کنم اینجا یه تبر بسازیم. البته بازم سنگ نیاز دارم، برم چند تا بیارم. صدای عقاب میاد. دیگه صدای دوستای مایی که همینجوری تو آرلکرافت میاد و دیگه از ما یاد میگیرن دیگه. عقاب عقاب من حالا عقاب برد. بیام میام پایین بچه. 4 تا یکی دیگه. حالا بریم دیگه تبر رو بسازیمش. بازم سنگ میخواستیم ولی خب دیگه حالا خیلی به مسیرمون میخوره. خب اینجا یه دونه تبر بسازیم به راحتی بیم اینا رو خرابشون کنیم. اینجا این فضای خوبی میشه برای گوسفندا، کلا گاو و گوسفند و اینا. من برم همه اینا رو کلا وردارم اینم چی میشه. خب همینجا دیگه بعد پروژه رو استارت بزنیم، یه کرافتینگ تیبل بسازیم اینجا و قشنگ بیایم جاشو مشخص کنیم دیگه. های های هی اینا رو یه دقیقه اومدم گذاشتم تو اینوتوری، گفتم چرا کرافت نمیشه، بعد یادم اومد که بعد اینجوری بریم اینجا همه رو بذاریم بعد کلیک راست کنیم. نه آره بعد کلیک راست کنیم بالای چوب تا اینجوری بشه، بغلش چی نمیشه. اینجا پلنکس بهتون میده و میتونید عشق کنید به راحتی. بفرمایید دیگه کی انقدر آرل کرافت رو بهتون یاد میده بچه‌ها. حالا میدونم خودتون بلدید ولی همینجوری بکنیم هم اینا رو برداریم برای گاوداریمون.
من هنوز تو کف اون کولرم، امیدوارم تو این اپیزود بتونم بسازم کولره رو، اما خب خیلی کلا اسکیل نیاز داره. من رو وردارم همه رو، 60 تا پلنکس شد، الان اینا رو بذارم اینجا برا فنس، چند تا هم اینجا نمکی چه برعکس بود، اوکی اوکی اینا رو بذارم اینجا. میخونم به هوای تو پریچر، چقدر خالی جای تو پریچر، یه دنیا همه هیچه، وای پریچر، دنیام بی تو هیچه. شاعر میگه تو رو می طلبم لحظه به لحظه، توی عالیه، همین عالیه دیگه، یه 20 گاوی جا میگیره همینجا. فقط بذارید فنس هم براش بسازم که دیگه لاکچری و خفن بشه، قشنگ فاز گاوداری هم یکم بگیره، فقط اسمش نباشه. دوتا اصلا دوست دارم خودم برم داخلش بچرم، نه منظورم اینه که گاوا برن بچرم. بی غیرتی تا چه حد، لاوبالیگری تا کجا. چه سوتی دادم. بریم امشب، واقعا خسته کننده بود، یعنی یه بعد اینو در دانستنی ها بذارن که آیا میدانید یک بلاک در آرلکرف گذاشتن برابر با یک خوش کردن اوشن مانیومنت در سری کلا ماینکرافت معمولی است. وای اینا خیلی موبای گندین. یه بار همون اول سری به تورم خوردن. بذار باشون فایت بزنیم چه جوریه. خیلی اسلو موشنه. میتونیم راحت بزنیمشون. ای چوب میدن، ایکس پی هم میدن. یا خدا اینا رو بکشم من ایکس پی بگیرم. فکر کنم الان دفنسمو ارتقا میدم. رفت با این. وایسا اینجا من بیام عقاب همیشه الان میاد. تموم شد. حال کرد. فول ندرای تمن اینجا. یه دونه لول دیگه میخوایم تا بتونیم دفنسمون رو 4 کنیم و آرمورا رو بپوشیم. قضا گذاشته بودم بریم ببینم آماده شد بعد برم سراغ بقیه. ای گاو، فکرم گاو این. قضا آماده شد. آره 10 تا اینا رو بذاریم حالا. کم بخوریم بریم سراغشون. امیدوارم اینورا دیگه یه دو تا گاو پیدا بشه حداقل بتونیم اوکی کنیم. مابم پیدا بشه من راضی ام. من الان ایکس پی میخوام و کولر، همین دو تا. سنگا رو بردم، سنگ غنیمته بچه، هر جای گیر نمیاد. من هر چی که دیدی تو آرلکرافت باید برداری، چون قطعا یه 15 20 باری میمیری همه چی در دست میره. مرغ دیدم الان، واقعا به مرغم قناعت میکنم. البته زیر تستی کنم اینا مرغ باهمون میاد، البته دیگه بعد میان. شاید مرغای آرلکرافت مثلا مشکل داشته باشه، مشکل اخلاق. نه اوکی میان. بریم پرورش مرغ بدیم. تا زمانی که یه چند تا گاوم گیرمون بیاد. برای اینکه دلتون نشکنه یا آهنگ مرغی براتون میخونم. مال کفتر. تخم مرغ هم باحال میدم. میگه ای مرغ کاکل به سر آی. میدونم کفتره ها، ولی میخوام برای اینکه راضی باشید بگم مرغ بهتون بر نخوره. به مروغتون بر نخوره، به غرورتون برای اینا میشه مروغتون. بیاین اینجا بیاین. یعنی دیگه اینا ترافیک را میندازم. فکر کنم من 3 تا میخواستم بیارم تمام، ولی شبیه اردک شدن تو آرلکرافت انگاری. مرغ اردکی شده. اینقدر این آرلکرافت سری سختی برا من به نظر اومده، الان دارم مر میارم انگار دارم مثلا اژدها رو رام میکنم. حکم اینجوری برام داره به خدا. بعد جام باشید تا بفهمید چی میگم. خب این بهتون میدم، ولی خب دیگه کارتون تمومه، خداحافظ. به 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 به، امیدوارم با ایکس پی شما بتونم تغییر تو زندگیم ایجاد نشد متاسفانه. یه نیم ایکس پی مونده. بذار بخش بندیشون کنم که به مشکل نخوریم جلوتر تو اپیزودهای بعد. بیام اینجا قشنگ بخش های مختلف. وای گند زدم. اوکی اوکی دوباره چوبا رو بذارم اینجا که آماده بشه برای کسب و کار خودمون. بیا اینجا. چه ور نمیدارین اینجوریه، یعنی چیه داستانش؟ آها این دوتا بلاک رو هم باشه رو بر نمیداره، بعد کنار هم باشن اینجوری قشنگ. آره اینا رو ور دارم. آقا مسیر مرغی خودمون رو ساختیم، اوکی شد. فقط الان چیزی که میمونه مسیر گاویه که اینو خیلی من دوست دارم. چرا همش همینطوری همین اشتباه رو انجام میدم؟ اینو میذاریم اینجا، اینم اینجا و فنس بسیار. مسیر راه و ترابریمون رو بیایم صاف کنیم قشنگ برای گاوا. حالا خوبه بخوره قشنگ تو کله مرغه. نه خداش من دقیق میندازم، یه چوبم میندازم قشنگ با برنامه میندازم. سلطان چوببری ایران همینا پاسخش کن. اتفاق جالبی که افتاد قشنگ هر وری که خودت مثلا چوب بکنی همون وری هم میفته. طبیعی بودنش داره منو میکشه. بیام همینا رو حالا ورداریم بذاریم اینجا. این آبا میکم بخوریم استفاده کنیم، بعدش حداقل ورش داریم. جا راحت داریم خشکش میکنیم، خشک سازی به روش مدرن. راحت اینجوری رفت. فقط یکم بعد درت هم بذارم اینجا که دیگه صاف باشه قشنگ. آ بیام فعلا اینا رو بذاریم اینجا. این وضعیت واقعا عجیبه، عجیبه واقعا عجیبه.
اینا رو بذارم اینجا و حالا فنسا رو ور میداریم. چقدر هم فنس دارم، سیتایی دارم برای آماده میکنم. برای چی؟ برای گاو. اپیزود بعدی دیگه مطمئنم یه قشنگ فضای مطمئنی برای خودمون داریم، اگه یه اژدهایی یه دفعه نیاد بزنه وسط گاو و چیزامون همه چی اوکیه. روزای روشن خدا حافظ خدا حافظ. بعد این اوکی شد، مسیر این بزرگتر کلن فضاشم خیلی بهتر برای گاوا. آقا بیاین شما رو ببینم دوباره میتونم بریدتون کنم یکم به درد بخورید من لول 4 بشم؟ نه نمیتونید انگاری. نه بریم یه مابی همینجوری پیدا کنیم، دفنسمون رو 4 کنیم، حداقل آرمور رو تن کنیم. ولی من هنوز تو کف کولرم که کولره میخواد چه شکلی باشه؟ مثلا میخواد یه دفعه یه صدایی مثلا بده، مثلا داره باد میده بهت اینجوری میخواد صدا بده، چیه داستانش؟ بریم حشوا بکشیم، بریم یکم حشوا بکشیم، ایکسیمون 4 بشه قشنگ بول بشیم. میخوام بهتون خرملش کنم، به قول آقای داوود خدا دوست خرملش میخوام بهتون کنم. خرملش اول چه ایکس بی بهمون داد، بلایندنس ولی بهمون داد، کلا نکم جرمون داد. اوکی راو اینجا گوش دارن تو آرل کرف اینا، اشمام فکرش هم نمی‌کردم. حالا بریم دفنسمون رو 4 کنیم، بریم آرمورا رو بپوشیم. البته بذار اینجا یکم ایکس بی بگیرم که بتونیم وارد عرصه نیشکر سازی هم بشیم، اینم خیلی خوب میشه. بریم هشباها رو کلا از زمین محو کردیم. نمیتونم خودم تصور کنم روزی که من مثلا سوار اجدا باشم تو آرل کرف، اصلا تصورش هم برام سخته. من فعلا ته داستان تو اسب دیدم، اصلا بیشترین مغزم خطور نمیکنه بهش. ببینم آرمورا چقدر بهم میان، چقدر منو جنتلمن میکنه اون آرمورا. یا امام حسین، وای اژدها اینجاست جان خودم، به قرآن اژدها اینجاست. وای ایناش چرا اینجوری بود؟ یه دفعه اینور نگاه میکنه اینور میزنه. این یه چی بهش میگن، این جواد خیابانی درونش روشنه. چی بوده این برو میزد این؟ خب آرمورا رو برداریم دیگه، بالاخره هر چی هم که نباشه وقت دیگه آرمور گرفتنه. اوه اینجا شاعر میگه نگاه استیل گنگو، نگاه داره گیبرنگو، نگاه باحت بگیمو، خشمین نداز قلبو، عشقست دادو دست خوش، عشقست دادو دست خوش، سعی کن عشقش دادو دست خوش. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اپیزود بعدی خودتون میدونید چه اتفاق قراره بیفته و دیگه اون کولر آبی رو میسازیم. من میخوام این کولر رو بسازم، بعدش دیگه میریم سراغ حالا چیزایی که بعد بریم و یکم نیشکر رو دیگه خودتون همشو میدونید، این خروس و مرغامون رو اوکی کنیم. تا اپیزود بعدی میبینمتون، امیدوارم از این اپیزود راضی بوده باشید. حتما نظراتتون رو بگین. خداحافظ همه.